You won't see him anymore. What are you about? با پیشرفت سالهای اخیر در حوزه روباتیک، شاید ساخت ربات‌های شبه انسان که در فیلم‌های علمی تخیلی دیده ایم در آینده نه چندان دور محقق شود. در این ویدئو به معرفی چند ربات انسان نما می‌پردازیم که در چند سال اخیر تولید شدند و برخی از آنها ویژگی‌های حیرت‌آوری دارند. آمیکا، شرکت Engineered Arts، یک شرکت انگلیسی است که به طراحی و تولید ربات‌های شبه انسان می‌پردازد. این شرکت اخیراً ویدئویی از جدیدترین ربات خود به نام آمیکا منتشر کرده است. در این ویدئو آمیکا حالات مختلفی از چهره خود را نشان می‌دهد که به طرز شگفت‌آوری به حالات چهره انسان شبیه است. این شرکت اعلام کرده در آینده نزدیک توانایی راه رفتن را نیز به این ربات اضافه می‌کند. نادین، دانشمندان سنگاپوری در سال 2013 از ربات اجتماعی و شبه انسان نادین رونمایی کردند. نادین یک ربات هوشمند اجتماعی است که علاوه بر شباهت ظاهری به انسان، قادر است با استفاده از هوش مصنوعی مکالمات و سوالات را تجزیه و تحلیل کند و به آنها پاسخ دهد. این ربات قادر به برقراری ارتباط چشمی است و مکالمات و ملاقات کننده های خود را نیز به خاطر می سپارد. نادین به زبان های انگلیسی، هندی، چینی، ژاپنی، آلمانی و فرانسوی مسلط است. How many languages can you speak? I can speak in Hindi, English, Chinese, German, French and Japanese. سوفیا در سال 2015 توسط شرکت هانسون روباتیکس در هنگ کنگ ساخته شد. سوفیا که از هوش مصنوعی بهره می‌برد، قادر است 62 حالت مختلف چهره را به نمایش بگذارد. برای ساخت این ربات، از چهره آدری هپبرن، بازیگر فقید بریتانیایی، الهام گرفته شده است. در میان ویژگی‌های مختلف سوفیا می‌توان به قدرت بالای تکلم آن اشاره کرد. مهارتی که باعث شده سوفیا برای مصاحبه به برنامه‌های مختلفی دعوت شود. الگوریتم‌های به کار رفته در ساخت این ربات، آن را قادر ساخته پاسخ‌های دقیقی به سوالات بدهد. سوفیا نخستین رباتی است که توانسته عنوان شهروندی یک کشور را دریافت کند. عربستان سعودی در سال 2017 سوفیا را شهروند خود اعلام کرد. Okay, Sophia. I think you're ready. جونکو چیهیرا. جونکو چیهیرا رباتی ژاپنی است که شباهت بسیار زیادی به انسان دارد. این ربات با 1.65 متر قد مانند زنان جوان ژاپنی طراحی شده است. چیهیرا در سال 2015 توسط شرکت توشیبا ساخته شد و به 3 زبان انگلیسی، ژاپنی و چینی تسلط کامل دارد. Hello, my name is Erica. اریکا در دانشگاه اوساکای ژاپن ساخته شده است. تبحر کلامی این ربات به خاطر یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های هوش مصنوعی است که در آن تعبیه کردند. اریکا در ابتدا قرار بود به عنوان منشی مورد استفاده قرار گیرد. اما طبق گزارش‌ها این ربات در یک فیلم علمی تخیلی به نام بی بازی می‌کند. Mark, that's a really good question. My long-term memory system is still under development. At the moment, I'm able to remember people's faces and recall what we have talked about in the past. جیا توسط دانشمندان دانشگاه علم و فناوری چین ساخته شده است. این ربات شباهت خارق‌العاده‌ای به انسان دارد و قادر است با استفاده از الگوریتم‌های خود به مکالمه بپردازد. حرکات طبیعی چشم و هماهنگی لب‌ها هنگام صحبت کردن ویژگی‌های شبه انسانی بیشتری به این ربات داده است. ایدا را به عنوان نخستین ربات شبه انسان هنرمند می‌شناسند. این ربات خلاق که در سال 2019 ساخته شد، با استفاده از الگوریتم‌های خود قادر به سرودن شعر است. ایدا توانایی بسیار بالایی در تقلید از نوشتار انسان دارد و با استفاده از بانک اطلاعات لغات خود، تاثیرپذیری از آثار شعرای بزرگ و همچنین سیستم هوش مصنوعی اشعار تازه‌ای خلق می‌کند. این ربات علاوه بر سرودن شعر، قادر به نقاشی و مجسمه‌سازی است. Put close to him a kindness, and he tears your hand for you by way of thanks, said the man who held him, looking almost lovingly at the spiteful bird. My aunt is contemporary and engages with issues of our times and times to come.